قصه یه دونه یخ رو شنیدم که رفت پشت در و هرچی شروع کرد در زدن هیچ کسی در رو گوش با نکرد. تصمیم گرفت که آب بشه از زیر در بره تو. رفت جلو و جلو تا سرش خورد دیوار. هرچی نگاه کردید دیواره نه سوراخی داره نه حفره‌ای داره نه جایی واسه رد شدن داره. تصمیم گرفت بخار بشه از بالای دیوار رد بشه. درست شد. به همین راحتی با دو تا تغییر مسیر خودش رو باز و بازتر کرد. میگه که با پای خود رفتیم و هی گفتیم تقدیر، در گل نشستیم و به خود بستیم زنجیر، تا راحت وجدانمان بر هم نریزد هر درد را با حکمتی کردیم تفسیر. تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم، یک عمر در پرواز خود کردیم تأخیر. از ماست هر ظلمی که در هر لحظه بر ماست، این است رمز نهضت و آغاز تغییر. حالا سوالی که به ذهنم رسید، گفتم با دوستانی که علاقه دارن یکی دو سه نفر صحبت بکنیم یا گپ کوتاه بزنیم، گفتم ببینم که شماها که حالا دانش آموزان سال دهم هستین، 15 سالتون، 16 سالتون، 17 سالتون، تو این بازه حدودی سنی قرار میگیرین، احتمالاً بچه ها مهمترین تصمیم یا تغییر زندگیتون، اون چیزی که مثلا براتون خاص بوده و نتیجهش رو به شکل مثبتی امروز تو زندگیتون دارید و میبینید. حالا اون تصمیم میتونه هر چیزی باشه، شخصی باشه، درسی باشه، جمعی باشه. یکی دو نفر تجربهشون رو راجع به تصمیمات مهمی که الان نتیجهش رو دارن میبینن یا تغییراتی که داشتن و براشون مفید بوده، گفتیم که به عنوان تجربه شخصی با هم در میون بذاریم. اگر کسی هست خوشحال میشم بشنوم. بفرمایید. استاد من پارسال یک تصمیمی که گرفتم این بود که لاغر کردم و خیلی چاق بودم و از چاقی خسته بودم. مهمترین عاملی که باعث شد لاغر کنم اراده و تصمیم به لاغر کردم بود. یعنی شما اینکه بخواید لاغر کنید، اینکه دوست داشته باشین تغییر کنید مهم نیست، همه دوست دارن تغییر کنن بهتر شن. این مهمه که بخوان تغییر کنن، خاص به تغییر مهمتر تا دوست داشتن. یعنی اینکه اراده‌ش رو داشته باشی این کار رو انجام بدی، بخوای انجام بدی و بهش برسی، نه که فقط دوست داشته باشی به ایمان دوست داره. میشه بپرسم از چند به چند؟ از 110 به الان 74 هفته دارم. باری کلا، خیلی هم عالی، دم شما گرم. دیگه؟ بفرمایید. از نظر من تغییری که در واقع یا عوض کردن تصمیم آدم به این نیست که حالا ازام مثلا بخوای یه تصمیم کوچیک بگیری، باید ما تصمیم بگیریم که تاثیرگذار باشیم. توی نسل امروز خیلی از هم نسل من و حتی خود من برای مثال کم تاثیر میذاریم توی تصمیمات کلانی که بر زندگی همه ها تاثیر دارن. از نظر من باید ما تصمیم بگیریم که تاثیرگذار باشیم، نه که تغییر کوچیکی ایجاد بکنیم. شاید تغییر رشته من تو این جهان چیز کوچیکی باشه، اما اگه تصمیم بگیرم یه ایده جدید رو مردم بدم و مردم رو کسایی که ناآگاهن اولیش خودم رو از حالت ناآگاهی در بیارم آگاه کنم، مهمترین چیز من تصمیم گرفتم که تاثیرگذار باشم. البته حرف شما من رو یاد یه داستان خیلی کوتاهی انداخت. من حالا خلاصه و سریع میگم. میگن که یه به قولی روزنامه‌ای بود، حالت پازل مانند و در واقع جوشین شکل بود که نقشه کره زمین بود، نقشه دنیا بود. بعد هر کاری که میکردن هی تلاش میکردن اینا که برام بچینن، در نمیومد، این تصویر شکل نمیگرفت. بعد یه نفری در واقع این مجموعه رو، این صفحه رو، این روزنامه رو، حالا هر چیزی که تو مثال ما بود، پشت رو کرد. بعد این تصویر پشت تصویر یک انسانه، تصویر یه آدمیه که خب سر داره، دست داره، بدن داره. شروع کرد اجزا رو کنار هم گذاشتن و انسانه رو ساخت. بعد که صفحه رو برگردوند، مجموعه رو برگردوند، این در واقع کره زمین هم اون جهان هم چی شده؟ ساخته شده. عرضم اینه که اگه آدم خودش رو بسازه دنیاشو ساخته. تصمیم شما تو مثالی که حالا گفتی تغییر رشته به ظاهر تصمیم کوچیکیه، ولی واقعیتش اینه که برای تو و دنیای تو شاید بزرگترین تصمیم بوده. چون بعد از این وقتی تو خودت رو و مسیرت رو میسازی، قطعا دنیایی که پیش روی شماست از این به بعد کلاً داستانش عوض میشه. پس این چیز کوچیکی رو بچه ها کوچیک نبینید. این چیزی در جهان کم اهمیت نیست واقعا. دیگه بفرمایید. چون موهای قشنگ بود برونش بفرمایید. در از دارم هم انسان ها تصمیم هایی که
میگیرن، یه سریشون مثلا در این دوره زمانه خانواده‌هاشون رفتن تصمیم میگیرن و تصمیم انسان‌ها دست خودشون نیست، یا عزیزانشون یا خانواده‌هاشون رفتن تصمیم میگیرن. مثلا یه بار من تصمیم خودم گرفتم این بود که تا سه سال پیش رفتم مکانیکی کار کردم، پدرم رو بود مکانیکی کار یاد گرفتم، کار انجام دادم و الان تا حدودی میتونم یه ماشینی رو که یک کم مشکل پیدا کرده رو سر و پا کنم. و به نظر من انسان ها تصمیماتشون خودشون میگیرن، خودشون باید فکر کنن، از روی نفسشون نباید تصمیم بگیرن و باید قبلی تصمیم فکر کنن و راجبش با دیگران بحث و حرف اون چیزو بزنن. بسیار عالی. از تصمیمت راجع به مکانیکی پس راضی و یه مهارت یه هنری و آخر عمر در واقع کنار دست پس. خیلی هم خوب. دیگه این برای کلاس بعد من دوست یکی از تصمیمای مثلا سوال خاصی مثلا کوچیک ولی مثلا تغییر خوب برای هر کسی تغییرای مثلا بزرگ و کوچیکی داره. البته مثلا من خودم می‌خواستم اول برم رشته ریاضی ولی خب بعدش رفتم رشته انسانی خاطر وکالت دوستش. به نظر خودم هم یه تغییر میتونه توی زندگی خودم تاثیرش بذاره. بعد از خودم مثلا ادامه حتما هم همینطوره. تقریبا شبیه حرف دوستتون، چون شما در آستانه بچه تغییر رشته یا انتخاب رشته حالا بودی یا هستی. خود من جالب بهتون بگم که جزء تغییر رشته ایام، یعنی حالا تو مدل قدیمیش ما میشدیم دوم دبیرستان، به سوم من تغییر رشته دادم از ریاضی به انسانی و بابت این تغییر در آن انجام، یعنی اون تصمیمی که اون موقع توی 16-17 سالگی گرفتم حالا بر اساس به قول دوستتون مطالعه بوده، تجربه بوده یا حتی شکست توی اتفاق بوده، ریاضیمون بدی که باید درجه یک نبوده، اومدم تو رشته انسانی که بتونم بهتر باشم. تمام اتفاقاتی که دومینووار بعدش افتاده از انتخاب رشته دانشگاه، رفاقت‌ها، نمی‌دونم شغل‌ها و حتی اینجا ایستادنم بعدم به خاطر اون انتخاب اون روز و اون تصمیم بوده. بازم بنابراین تکرار می‌کنم که هیچ تصمیم و هیچ تغییری حتی به ظاهر کوچیک در واقع کوچیک نیست. بهش میگن اثر پروانه‌ای. یعنی یه پروانه اگر در گوشه‌ای از دنیا بال می‌زنه، این می‌تونه در اون سر دنیا تبدیل به یک طوفان بزرگ بشه. امیدوارم که همیشه تصمیماتتون تصمیمات به قولشون با مشورت و با عقل باشه، احساسی و لحظه‌ای نباشه و اگر تصمیم درستیه مثل کاری که ایشون کردن پاش وایستین، یعنی وقتی که نتیجه‌شو دارین می‌بینین با افتخار بگید و از تصمیمی که یک سال پیش، دو سال پیش، ده سال پیش تو زندگیتون گرفتین همچنان خوشحال و خرسند باشین.